به نام خداوند بزرگ و به یاد شهدا، امروز جمعه تاریخ 4/11/1392 مطابق 24/1/2014 است. ما در بین خیمه‌نشینان چمن ببرک بلاک های سارندوی شمال شرق کابل هستیم که آمدیم برای زنها کمک های که افغان ها برای ما روان کردن برایشان تقسیم کنیم. کمک هایی که برای ما رسیده بود از 1/8/1392 تا 10/10/1392 همانطور که در فیلم های گذشته من گفتم از طرف آقای داودی رسا از آلمان بود، آقای جواد بود، آقای محمد علی وکیلی از ترکیه بود، آقای عارف دولت از استرالیا بود، آقای براتلی شفیق و خواهر از آلمان بود، آقای حسن اکبری از انگلستان بود، آقای اجمل یوسف زای از آمریکا بود، آقای غلام محمودی طرزی از کانادا بود، خانم معصومه رضایی از نروژ بود، خانم فیمن نژاتی و آقای نجیب از استرالیا. از این کمک ها ما معلولین معیوبین به اینها کمک کردیم. از این کمک های اینا برای ما یک مقدار پولش ماده بود، مصرف نشده بود. فیلمی کمک هایی که از این پیسا کرده بودیم در فیسبوک ما بشردوز فاندیشن منتشر شده و لیستی کسایی را کمک کرده بودیم، نامشان، نام پدرشان هم در فیسبوک ما منتشر شده. چون پرنسیب ماست که لیستی کمک کنندگان مبلغشون و لیست کمک شدگان را هم منتشر میکنیم. از پیسه از اونها یک مقدار پیسه مانده بود، ما ای را جمع کردیم تا یک مقدار شود تا بریم به این مردم کمک کنیم. از تاریخ 11/10/1392 تا 2/11/1392 کمک هایی که به ما رسیده از طرف آقای مصطفی سیدی از آلمان است، آقای ظاهر ملک بابا از آلمان است، آقای علی احمد از استرالیا است، خانم محجوبه از آلمان است و آقای الیاس جاغوری از آمریکا است، آقای امین از کابل است و آقای غلام سرخی از استرالیا است، آقای جلیل صدیقی از انگلستان است و تقریبا تعداد وطن دوستان ما از نروژ که پیسه جمع کرده بودند و 62500 از اونها شده بود برای ما روان کردند، لیست نامهایشان هم روان کردند. ان شاء الله به زودی نام این کمک کنندگان هم در وبسایت گذاشته می شود و لیست کمک شدگان و فیلمشان گذاشته می شود تا شفافیت کامل مراعات شود، افراد ببینند که کمکشان رسیده یا نرسیده، به کی رسیده و در کجا مصرف شده. بعضی کسا فکر می کنند که گذاشتن نام کمک شدگان و کمک کنندگان و فیلمشان یک نوع خودنمایی است، چون بعض وقت با ما می گویند که اگر دست راست کمک می کند دست چپ باید خبر نشود. این در صورتی است که پول از من باشد. اما وقتی یک نفر از استرالیا از دورترین نقطه دنیا پول روان میکنه از طریق صرافی، از طریق وسترن یونین یا از طریق دوستانشان که در کابل میاد، اینها مطمئن باید شوند که پیسهشان رسیده است. ما مثلا یک مثال بسیار ساده میزنم، چند ماه پیش یکی از خانمها پول روان کرده بود در دست یکی از هموطنان ما، پول به ما نرسید. وقتی ما لیست کمک کنندگان را منتشر کردیم، خانم وقتی نام خود را در بین لیست کمک کنندگان نیافت با من تلفن کرد که من کمک روان کرده بودم. گفتم به دست کی؟ اون نفر خود شما که شما را تلفن دادین برای ما نیاورد، برای ما نداد، امروز و فردا کرد، آدرس ها را تغییر داد. بعد این خانم فشار آورده بود، اون نفر مجبور شده بود که برای ما کمک بیاره. و دیگر در افغانستان متاسفانه اعتماد از بین رفته است. چشم چپ سر چشم راست اعتماد نمی کنند، برادر سر برادر اعتماد ندارد. افغانهای ما باید مطمئن شوند که پیسهشان رسیده است، پیسهشان درست کمک شده است و به افراد مستحق کمک شده است بدون تبعیض قومی، مذهبی، نژادی، زبانی و منطقوی. افغان ها معمولا منم میشناسند. ما خدا شاهد است که از تمام ماش وزارت خود در نو ما یک افغانیش نگرفتیم، خرج سرخان و ماش بوده. از وکالت اولین ماش خود ما از چارای قنبر و کارت نو کمک کردیم و از 1384 تا امروز من قسمتی اعظم ماش خود برای مردم کمک کردیم. از خیمه نشینا من برای آجی سب وکیل گفتم، آجی وکیل ماست که ما در چارای قنبر کمک بردیم، در بگرامی کمک بردیم، هم به خیمه نشینان، هم به ویران نشینان، به پروان سه خیمه نشینان کمک بردیم، به خیمه نشینان مقابل سلو خوشحال مینه کمک بردیم، به خیمه نشینان ایسی عبیبیا که پشت قبل ایسی عبیبیا است آلمان کمک بردیم، به خیمه نشینان کارتی نو بردیم. قصبه پولی چرخی و تای مسکن مانده بود، ممکنه جای دیگه مانده باشه، که ما در فیسبوک آجی وکیل دیدیم که بر اینها زغال آورده بود.
از ماش شخصی خود و این بزرگترین افتخار است که در کشور هست افرادی و آجیس وکیل کمک کرده بود اما چون به تعداد اینا نرسیده بود من گفتم بیایم که امی پولی کمک که آمده این پول را از امو بقیه افراد کمک کنیم. امروز هم ما مطمئن نیستیم که 280,000 افغانی که ما اینجا برای ما کمک رسیده این 280,000 افغانی کفایت میکنه اینا را یا نمیکنه. اگر پاید نکرد که وقت پیسه آمد برشان میدیم. رسم و رویش ما این است که خیمه به خیمه میرویم و ما مستحق نفری که در خیمه نشسته کمک میکنیم. یعنی ما حتی به همکار خود اعتماد نمی کنم بگم برو تو پیسه رو تقسیم کن و من به نماینده شان اعتماد نمی تانم. نمیگم که نماینده شان آدمی بد است یا خوب است چون ما نمیشناسیم قضاوت نمی تانیم. اما نفری که به من امانت سپرده من نمی خواهیم که در سر پولی سالات در دنیا از یخن من بگیره که چرا پیسه من به افراد مستحق نرسید. به خاطر است که ما فیلم میگیریم دستایشان میگیریم هموطنان ما با بارها نوشته میکنن که از چی طریق کمک کنیم. شما میتونین از طریق وسترن یونین کمک کنین از طریق صرافی سرای شاهزاده کمک کنین و از طرق حساب بانکی ما میریم این پول میگیریم از صرافی سرای شاهزاده باشه از وسترن یونین باشه یا از طرق حساب بانکی بعد قطره قطره ما این را جمع میکنیم بعد از اون در افغانستان بانک میریم این را پول نو میگیریم که دیروز ما در افغانستان بانک رفته بودیم چون مردم فقیری ما وقتی یک کمک میکنی و یک کمک با ارزش نو میکنی دوبار خوشحال میشود. به خاطر است که ما میخوایم کرامتشان عزتشان ای کاملا حس شود. بعضی هموطنان ما که میگوین اینها به خاطر نمیدونم چال میزنن و فریب میدهن من فکر نکنم که در خیمه دوای سر کسی یک ساعت یک روز اگر مجبور نشود زندگی کند. اما بعض جایی که کسایی که واقعا نیاز نداشته اون ما تشخیص دادیم برش کمک نکردیم. اما بعضی اینها رو که بعض هموطنان ما میبینن میگن اینا جوان است چرا کار نمیکنه. در کشور کار نیست. از انجینری ما فارغ تحصیل است بیکار است. از طب ما فارغ تحصیل است بیکار است. کاش که اینجا کارخانه ساخته میشد. کاش که اینجا تولیدات می بود. حتی سرگاهی که ساخته میشه ایرانی‌ها نفر خود میاره، چینی‌ها از خود میاره، آمریکایی‌ها از خود میاره، کره‌ای‌ها از خود میاره. در ده ما سرک ساخته میشه مردم ده دست بالاشن نشستن نگاه میکنه یک چینی است که او سرک جارو میکنه یا یک کره‌ای است یا پاکستانی است یا ایرانی است یا ایندی است یا کشورهای دیگه. معمولا کار به افراد داده نمی شود. دیده دی پاره دی چیزه دی طولی وادوالو نگارم که دوی واقعا غاری چی دی بیوزلو خلکو سر مرسته و که او دی دوی مرسته واقعا مستقب خلکو تا ورسیزی پرتلا جبنی، سیمهیز، مذهبی، قومی او نور و تبعیزونه دوی کولیشی چی دی بشر دوستان دی بنیا سر دی وسترن یونین لاری دی صرافی سرای شاهزاده لاری او همدارنگ دی بانکی حساب لاری مرسته و که دیر نور معلوماتونه دی مثال پر دوگر دی حساب بانکی نمبر دی ما پا ویبسایت که بشر دوست دا کم او پا فیسبوکی بشر دوست فاندیشون که شده طول و هوادوالو زدی تاسو نو پوشتنی کمم چی سنگ تاسو کولیشی چی پخبر کور آرام کنه دوده و خوره سای وسکی د خپل زوی د خپل لور سره قصه وکي خبرې وکي وخندي شادي وکي هغه وخت چې تاسو یو وادوالو د تاسو یو وادوالو چې تاسو د خاور ده د تاسو د وینه ده دوی په دا ژمی یو بخاري نه لري یو خروار چوب لرګي نه لري او دوی وژي دی دوی تشي دی تاسو کولی شئ چې $100 مرسته وکي دوی د تاسو نه ټول پیسې نه غواړي د تاسو موټر نه غواړي د تاسو حساب بانکي نه غواړي دوی د تاسو نه غواړي چې د دوی نه ملاتړ وکړي یو همبستګي وکړي یو احساس وکړي. په خاطر است که من بارها میگم که چگونه یک انسان یک کسی که سنگ هزاره رو به سینه میزنه از تاجیک به سینه میزنه از پشتون به سینه میزنه از ازبک و پشهی و نورستانی رو به سینه میزنه ساعتها شعار میده صفحه ها رو در فیسبوک پر میکنه در وبسایت پر میکنه در رادیو و تلویزیون خود پر میکنن چگونه اینها وجدانشان آرام میتونه باشه چگونه قلبشان میتونه واقعا آرام باشه وقتی که هزاره خودش پشتون خودش تاجیک خودش ازبک خودش گرسنه است در سرمای زمستان کابل پیسی یک دوال صندلی نداره پیسی یک خروار چوبه ندارن. مردم ما کسایی که در خارج زندگی میکنن اونا فکر نکنن که مردم افغانستان کلش کاخ دارن قصر دارن. یک اقلیت از رهبران هزاره است تاجیک است ازبک است پشتون است اقوام دیگر است فقط 2% رهبرانشان است که کاخ دارن قصر دارن موترهای لوکس دارن پولهای گزاف دارن. اما این افراد یک سری سوزن مرهم روی زخمی حتی افراد قوم خود نمیگذارن تیرسد و در تو اقوام دیگر. بخاطر است که من از هموطنان خود میخواهیم که اگر واقعا میخواهیم که کمکشان برسد
به افراد مستحق برسد بدون تبعیض قومی و نژادی و زبانی. اینها میتونن به بنیاد بشردوستان کمک کنن از طریق وسترن یونین، از طریق سرافیس رایش آزاده و همچنین از طریق حساب بانکی. معلومات بیشتر در فیسبوک ما بشردوست فاندیشن و همچنین در وبسایت ما بشردوست.com میتونن بخونن، پیدا کنن. فیلمی که ما میگیریم امروز، من خوشبختم که حاجی صاحب وکیل هم در کنار من است. ان شاء الله در فیسبوک حاجی وکیل هم منتشر میشه و در فیسبوک من هم منتشر میشه. این جای را حاجی صاحب وکیل پیدا کرده. ما خود ما اینجا نیومده بودیم، اولین بار است که میاییم. من در فیسبوک همونطور که گفتم دیدم که حاجی صاحب وکیل اومده بود اینجا، زغال آورده بود و به تمامشان نرس از ما شخصی خود آورده بود. این بزرگترین افتخار است که در کشور هست کسایی که از جیب خود واقعا چی میکنه. این ما وکیل هستیم، حاجی صاحب وکیل هم وکیل ما وزیر بودیم. خدا شاهد است که در خانه کرایی 5000 افغانی من زندگی میکنم که یک هفته ما آب نداشتیم، به خاطر اینکه خانه است که یخ زده بود. چیزای خانه لوکس اینا نیست که ما موتر لوکس نداریم، ما کاخ نداریم، ما بادیگارد نداریم، ما کشفش نداریم. این مردم ما نگوین که به کی کمک روان کنیم، به هر کس روان کنیم ایف میل میکنن. نه، او برادر او خواهر این مردم ما رو میشناسن. نه تنها کمک شما رو ایف میل نمیکنیم، بلکه از ماش خود در طول وزارت، در طول وکالت کمک کردیم. اگر ما میخواستیم کاخ بسازیم، ما ماشی الان ما میتونست برای ما بهترین خانه است کنه. الان خدا شاهد است کنه در خانه ما جنجال دارم. میگه تو وکیل بودی، وزیر بودی، یا ایالت زندگی میکنی. ما باز هم تاکید میکنیم که هموطنان ما دار و ندار شما رو نمیخواییم. شما نگوین که 100 دلارشون، 100 یورویشون، 100 پوندشون چی میشه. با 100 دلارشون تقریبا 6-6.5 هزار افغانی میشن. 6-6.5 هزار افغانی دو ماه زمستان مونده، دو ماه میشه ما یک مقدار چوب بگیریم، اینا را یا پیسی نقد بدیم خودشان بگیرن، یا مثلا یک کیلو شکر تقریبا 50 افغانی است. یعنی 6000 افغانی میشه که شکر زمستانشان شود، چایشان شود، میشه که حتی قلم و کاغذ برای بچه‌هایشان شود که در مکتب میره، یک قلم 5 افغانی است. یعنی با 100 افغانی ما میتونیم چند قلم مثلا بخریم. شما فکر نکنید که قلم خریدن نمیتونن. واقعا هست کسایی که قلم ندارن. یک معلمی چند روز بپن میگفت که یک شاگرد داره که برش میگفت رسم کن، هیچ وقت رسم نمیآورد. من یک روز میخواستم بزنم، دست خود بالا کردم، دخترکم بود. دخترک به من گفت که استاد پنسیل ندارم. یعنی خدا شاهد است کسایی است که حال معلول، معیوب، بازمانده، شهید، 1.5 هزار افغانی ماش چسبانه. معلم ما، اجیر ما، متقاعد ما، مامور ما 4000، 5000، 6000 افغانی ماش است. یک کیلو گوشت گوساله نیم کیلوش 180 اگر اشتباه نکنیم میشه، یک کیلوش حساب کنید چند میشه. با او 4000، 5000، 6000 افغانی ماش داره. یک خانه در کابل، یک اتاق، دو اتاق، ما خود ما دو اتاق کرا کردیم در خانه گلیس 5000 افغانی. مرکز کابل دور از شهر نو نیست، وزیر اکبر خان نیست، در اون دواخیر بر چی سینا دیده دی پاره دی چیز در طول افغانان نوانم چی تاسی سل دالر، سل یورو، سل پون دلت دیر پیسی ده. مشکوالی شو چی لرگی واخل، مشکوالی شو دا پیسی ورکو چی دوی قلم واخلی، کتابچه واخلی، پنسیل واخلی، او چای شکر بوره واخلی. 500 افغانی یو کیلو شکر بایده، سل افغانی 2 کیلو کشید، 2 کیلو خوی یو میاش یو کورنی دی پاره کافی ده. تاسی یو لحظه تصور بکنید چی یو کور اقا چای تلخ نده، بوره دقا سرشته سمره دخوان ورکوی. شما متنان ما فکر کنید که یک لحظه فکر کنید که یک فامیل یک چای با نان میخوره، اما این چایش تلخ نیست، شیرین است. اده خلم نان خوش دلخومش پایین میشه با یک پیاله چای شیرین. اینا خوب پلاو چلاو ندارن.